28مین روز آذر ماه برابر با 19 دسامبر، سال 1328 خورشیدی برابر با 1949 میلادی، کودتای ادیب شیشکلی در سوریه و به دست گرفتن قدرت. کشور سوریه پس از جنگ جهانی دوم دچار تحولات سیاسی فراوانی شد که مهمترین آنها طرح مسئله اتحاد با اردن و سپس عراق بود. پادشاه اردن سوریه را به اتحاد با این کشور فراخواند، اما قتل وی به این طرح پایان داد. در طی سالهای بعد احزاب سوریه همچون حزب وطنی و حزب بعث سوریه خواهان اتحاد این کشور با عراق بودند و طرح این اتحاد تحت عنوان اتحاد فدرال مطرح گردید. اما کشمکش ها و اختلافات داخلی در سوریه ادامه داشت و موافقان و مخالفان در هیئت دولت نیز حضور داشتند. در این اوضاع ادیب شیشکلی سرهنگ 45 ساله ارتش سوریه با یک کودتای نظامی ضمن به دست گرفتن قدرت وظایف ریاست دولت را بر عهده هاشم العطاسی نخست وزیر پیشین سوریه قرار داد. با این حال ادیب شیشکلی 2 سال بعد در یک جنگ قدرت سایر دولت مردان کشور را دستگیر کرده و با کسب اختیارات تام فرمانروایی خود را بر سوریه استحکام بخشید. سال 1344 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، عضویت ایران در شورای اقتصادی سازمان ملل. شورای اجتماعی و اقتصادی معروف به شورای اکوسوک سازمان ملل متحد یکی از 5 ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که فصل 10 منشور به آن اختصاص دارد. این شورا مسئولیت توجه و رسیدگی به امور اجتماعی اقتصادی و امور مربوط به 14 آژانس تخصصی سازمان ملل را بر عهده دارد. اولین جلسه اکوسوک در چرچ هاوس لندن برگزار شد. از آن پس شورا هر سال تعدادی جلسه سازمانی جهت برنامه ریزی و تهیه دستور کار و یک نشست محتوایی 1 ماهه در ماه ژوئیه جهت بررسی مسائل در دستور کار خود قرار داده است. سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، در گذشت شاعر معاصر عباس یمینی شریف، متخلص به یمینی که در تهران به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات مقدماتی به دانشسرای عالی راه یافت و از این زمان علاقه به سرودن شعر و داستان نویسی برای کودکان در او بیشتر شد. در سالهای بعد شعرهای یمینی در مجله‌های مختلف چاپ شد و پس از چندی ابتدا به سردبیری مجله بازی کودکان و سپس به عنوان مدیر مجله تازه تأسیس کیهان انتخاب گردید. یمینی کمی بعد باشگاه بچه‌ها را تأسیس کرد و با همکاری عده‌ای از فرهنگیان با سابقه به تأسیس مؤسسه فرهنگی و غیرانتفاعی شورای کتاب کودک همت گماشت که هدف از آن راهنمایی و مشورت با نویسندگان، شاعران، تصویرگران و مترجمان علاقمند به آثار کودکان و نوجوانان بود. یمینی شریف در زمینه ادبیات کودکان صاحب آثار گوناگونی است که از این میان میتوان به کتاب‌های قصه های شیرین، داستان عروسک، سیامک و سفیدک و پلنگ یک تاز اشاره کرد.